سمت رفاهی بیشتر، آزادی اجتماعی بیشتر باشه، شاید بمونم در ایران. بحران اقتصادی، سیاسی و اجتماعی از دلایل کوچ سرمایه‌های انسانی از ایران. 80% رتبه‌های تک رقمی ریاضی و فیزیک در یک دوره 15 ساله مهاجرت کردند. جزئیات تازه درباره یکی از جانباختگان اعتراضات سال گذشته. خانواده هجار مام خسروی میگویند او با 19 گلوله ساچمه‌ای ماموران حکومت کشته شد. از ماشین هیبریده که ساخت داخل خواهد شد. و برنامه دولت رئیسی برای برقی سازی خودروها در پایتخت. وزیر صنعت از راه اندازی آنها تا اواسط پاییز خبر داد. و گزارش سازمان ملل از نقض حقوق بشر توسط طالبان. در 2 سال گذشته بیش از 800 قتل، بازداشت و ناپدیدسازی اتفاق افتاده. سلام، من فرین آسمی هستم. خوش اومدید به برنامه خبرنگاران این هفته. کمتر دانش آموخته دانشگاه‌های مطرح ایران است که به مهاجرت فکر نکند. پژوهشی تازه درباره مهاجرت رتبه‌های برتر رشته‌های ریاضی و فیزیک در ایران بین سال‌های 1380 تا 1395 نشان می‌دهد 60-80% این دانشجویان پس از پایان تحصیل کشور را به مقصد آمریکای شمالی و اروپا ترک کردند. در 2 سال از این دوره 15 ساله این عدد حتی به 100% می‌رسد. با بدتر شدن شرایط اقتصادی و سیاسی این شرایط در سال‌های اخیر وخیم‌تر هم شده. چرا حکومت با وجود آگاهی از این شرایط تلاشی برای ماندن این سرمایه ها نمی کند؟ گزارشی ببینیم از کاوه مشکات. بازارش چند سالی است که سکه است. خریده می شوند که بروند و باز نگردند. مهاجرت نخبگان اتفاق جدیدی نیست. ولی هر روز تعداد بیشتری به فکر رفتن و ساختن آینده در جایی بهتر می افتند. ورودی‌های جدید خود را برای دانشگاه‌ها آماده می‌کنند. رتبه‌های برتر دانشگاه‌های سرشناس پایتخت هم قبل از آغاز سال تحصیلی به فکر مهاجرتند. جواب سوال میروی یا میمانی هم یک بله ساده است، بدون لحظه‌ای تأمل. بله، به مهاجرت فکر کردم. بله. این چه حرف مسخره یه معلومه صبح تا شب. بله، خب بالاخره همه فکر می‌کنن. در سالهای گذشته بسیاری از دانشجویان بعد از فارغ التحصیلی از دانشگاه‌های ایران ویزای دانشجویی گرفتند و بعد از تمام شدن درس در همان کشور ماندگار شدند. روزنامه همیهن با استفاده از داده‌های اندیشکده هاتف گفته 114 نفر از رتبه‌های 1-10 رشته ریاضی فیزیک در فاصله سالهای 80-95 برای همیشه از ایران رفتند. این یعنی 80% از رتبه‌های برتر. این دانشجویان به ترتیب راهی آمریکا، کانادا و سوئیس شدند. به گزارش سالنامه مهاجرتی رصدخانه مهاجرت ایران، در عرض 20 سال یعنی از سال 2000 تا 2020 تعداد دانشجویانی که بار سفر را بستند و مهاجرت کردند از 17000 به 66000 دانشجو رسید. جوانانی که نه امیدی به آینده دارند و نه توان صبر کردن برای بهتر شدن وضعیت. یه شغلی که برای خودم باشه، خودم میتونم روش بندازم، اگر شرایطش بود میموندم. بیشتر امکانات رفاهی بیشتر، آزادی اجتماعی بیشتر باشه، شاید بمونم در ایران. والا هم یکم وضع اقتصادی بهتر بشه، هم حالا مثلا میگم راحت‌تر بتونه آدم کار پیدا کنه یا شرایط کار راحت‌تر بشه. حداقل بتونم یک شغل مرتبط با رشتم پیدا بکنم که یه امیدی باشه که تو ایران بمونم. حکومت تلاشی برای بازگرداندن نخبگان رفته نمی‌کند و سیاست‌هایش در مورد موضوع مهاجرت سردرگم و بی‌نتیجه بوده. و گاهی هم خیال آنهایی که به برگشت فکر می‌کنند را با این حرف‌ها راحت. بعضی از نخبه‌ها یعنی دارای استعداد، حالا تعبیر نخبه شاید با توضیحی که دادیم براشون درست نباشه. اینا در اینجا رشد می‌کنن، وقتی نوبت ثمردهی میرسه میرن میوه‌شون رو به دیگری میدن. گاهی هم اون دیگری دشمنه، به دشمن میدن. گاهی میرن میشن پیچ و مهره استکبار جهانی برای تصرف
ملت‌ها و دشمنی با ملت میشن ابزار او، میشن پیچ و مهره او. بعضی اینجورن. خب اینا ناشکری میکنن. جنبش زن زندگی آزادی و بحران سیاسی، کاهش آزادی‌های اجتماعی و وضعیت نابسامان اقتصادی باعث شده وضعیت مهاجرت در ایران پیچیده‌تر از همیشه شود. این روزها نه تنها نخبگان که مردم عادی هم در فکر جلای وطن هستند. پدیده‌ای که به آن مهاجرت عام یا توده‌وار می‌گویند. عدم توازن یا تعادل درآمد و هزینه توی تمام قشرها خودش رو نشون داده و عرض کردم برای همین دیگه ما با پدیده مهاجرت فقط در بخش نخبگانمون یا پزشکانمون روبرو نیستیم. برای همینه که شما دائما تو اخبار دسته‌های مختلف، گروه‌های مختلف مهارتی توی فرش، نمیدونم صنعتگران، حتی ورزشکاران و و و بقیه بخشا رو من دیگه مثال نمیزنم، میبینید که تمایل به مهاجرت پیدا کردن. حالا بخششون اقدام میکنن، این نیاز داره که دقیقاً بحث بشه، ولی در نگاه کلی جامعه ایران رو میشه گفت دوچار مهاجرت عام یا توده‌وار شده و این به نظر میرسه که باید به این مسئله جدی و به شکل عام نگاه کرد. مهاجرت نه آسان است نه ارزان، اما این باعث نشده که تب رفتن برای ساختن آینده‌ای بهتر فروکش کند. این روزها هم متخصصان و هم افراد غیر متخصص به آب و آتش می‌زنند تا خود را به آنور آب برسانند. رفتن همیشه مترادف با زندگی بهتر نیست. گاهی نتیجه می‌دهد و گاهی هم نه. بعضی وقتها آنقدر تلخ است که تنها حسرتی بر دل میماند و بعضی وقتها هم نتیجهش میشود موفقیت و پیشرفت. ولی هر آنچه که هست معنایش کمرنگ شدن امید به فردای بهتر در جامعه است که حاکمانش به کوچ سرمایه های انسانی بی تفاوتند. کاوه مشکات، بی بی سی. یک خبرگزاری کره‌ای گزارش داده که 6 میلیارد دلار دارایی بلوکه شده ایران از کره جنوبی به بانک مرکزی سوئیس منتقل شده. ایران و آمریکا اخیراً توافق کردند که در کنار آزاد شدن این دارایی‌ها 5 آمریکایی زندانی در ایران آزاد شوند. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته فرایند آزادی آنها تا سقف 2 ماه طول می‌کشد. بهرنگ تاج‌دین گزارش می‌دهد. بانک مرکزی سوئیس به گفته خبرگزاری یونهاپ معادل 6 میلیارد دلار طلب نفتی ایران از کره جنوبی حالا در دست این نهاد است. پولهایی که 5 سال در کره جنوبی مسدود بود و احتمالاً 5 هفته طول می‌کشد تا از ون به دلار و سپس یورو تبدیل شود. توافق آزاد شدن این طلب همزمان با توافق ایران برای آزاد کردن 5 آمریکایی زندانی انجام شد. آمریکایی‌هایی که به گفته وزارت خارجه ایران ممکن است تبادلشان 2 ماه طول بکشد. حداکثر بازه زمانی که برای این کار در نظر گرفته شده بود حدوداً تا سقف 2 ماه بود. بر همین مبنا توافق میان طرفین شکل گرفت. روند اجرایی خوشبختانه در مسیر توافق در حال پیشرفت است. گمان می‌رود بانکی در قطر مقصد بعدی این پول‌ها باشد. یک هفته پیش وزیر خارجه ایران گفته بود دولت یک شرط را برای آزاد شدن دارایی‌ها پذیرفته. پنجشنبه گذشته دارایی‌های ما نزد بانک‌های کره جنوبی به یک بانک اروپایی منتقل شد و بعد از اینکه کل این دارایی به یورو تبدیل شد منتقل میشه به بانکی در مقصدی در کشور منطقه که ما در اونجا حساب داریم، حسابی که ما بتوانیم باز با قید اقلام غیر تحریمی که این هم یکی از اون رفتارهای در واقع ظالمانه و غیر عادلانه طرف مقابل هست. ایران امسال ماهانه حدود 4 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی و احتمالاً به همین میزان صادرات نفتی داشته. در نتیجه طلب از کره جنوبی از ارزش صادرات 1 ماه ایران هم کمتر است. ولی تحریم‌های آمریکا و نیز ادامه حضور ایران در به اصطلاح لیست سیاه FATF دسترسیش به نظام بانکی بین‌المللی را بسیار محدود کرده. سایه سنگین آمریکا باعث شده بسیاری از تلاش‌های جمهوری اسلامی
برای آزاد کردن دارایی‌های توقیف شده به در بسته بخورد. وقتی این توافق انجام دادیم 24 ساعت بعدش این نماینده آمریکا رفته نشسته اونجا، همه توافقات رو به هم زده. حداقل در 3 کشور که بالاترین رده هاشو امضا کردن، رده های مالیشون، و توافقات انجام شد، 24 ساعت طول کشید که لغوش کردن. رفتن نشستن گفتن یا این یا اون. با وجود این، وزارت خارجه میگوید دارایی های بیشتری به زودی آزاد میشوند. بخش دیگری از دارایی های ما در عراق که با توجه به مداخلات دولت امریکا امکان در اختیار قرار گرفتن آن به جمهوری اسلامی ایران سخت شده بود، این دارایی ها هم به تدریج روند انتقالش رو در واقع شروع کرده، بخشی از اینها منتقل شده. چند ماهی است که قیمت دلار در حدود 50,000 تومان ثابت مانده و بانک مرکزی امیدوار است با افزایش منابع ارزی در دسترسش این روند ادامه پیدا کند. آنچه داده خیلی ها از جمله بازنشستگان را درآورده، تورم شدید چند سال اخیر است که تامین معیشت را برایشان غیر ممکن کرده. ما به جز حق نمیخوایم، صدقه دولت نمیخوایم. رفع توقیف 6 میلیارد دلار در مقابل آزادی زندانیان آمریکا شاید مسکنی موقت برای دخل و خرج دولت باشد، ولی مشکل اصلی یعنی تحریم ها همچنان سر جایش است. حسین حسین شعارتون، دروغ و دزدی کارتون. بهرنگ تاجدین، بی بی سی. دیوان عالی ایران رأی نهایی درباره احکام پرونده کشته شدن یک بسیجی به نام روح الله عجمیان در جریان اعتراض‌های سراسری را اعلام کرده. در این رأی محکومیت 8 نفر تایید و 2 متهم آزاد شدند. بی بی سی فارسی به فایلی صوتی از دکتر قره حسنلو دست یافته که در آن بر بیگناهی خود و همسرش تاکید می‌کند. او پیشتر به اعدام محکوم شده بود ولی بعداً این حکم به 15 سال حبس تبدیل شد. گزارشی ببینیم از علی خردپیر. سرانجام پرونده‌ای پر ابهام در دیوان عالی کشور، پرونده‌ای با 16 متهم که 2 نفرشان تنها حدود 2 ماه پس از بازداشت به چوبه دار سپرده شدند. این پرونده که پس از کشته شدن یک بسیجی در آبان پارسال گشوده شد، حالا ظاهراً مختومه است. دیوان عالی احکام 8 متهم را تایید کرده، حبس و تبعید از 3 تا 15 سال. 3 متهم زیر سن قانونی در ردیف‌های 3، 8 و 11 تا اینجا سرنوشت‌های متفاوت داشتند. حکم 5 سال تبعید به زندان مشهد برای امین مهدی شکراللهی تایید و امیر محمد جعفری که پیشتر به 3 سال تبعید به زندان قم محکوم شده بود، عفو و آزاد شده. این احکام صرفاً به طور شفاهی به خانواده‌ها و وکلا اعلام شده. از آغاز برپایی دادگاه، محکومیت یک زوج، واکنش‌های داخلی و خارجی بسیاری به ویژه در جامعه پزشکان ایران در پی داشته. دکتر حمید قره حسنلو، رادیولوژیست که پیشتر به اعدام محکوم شده بود و همسرش فرزانه به 25 سال زندان، حالا به ترتیب به 15 سال تبعید به زندان یزد و 5 سال تبعید به زندان مشهد محکوم شدند. خود و همسر عزیزم هرگز حتی تلنگوری به احدی از جمله آقای عجمیان وارد نکردیم. دکتر قره حسنلو که در پیشینش حضور در جبهه جنگ با عراق را هم دارد، از خود کارهای آمول منفعی بسیاری بر جا گذاشته. پیش از این جانب خود را شخصی سیاسی نمی دانستم و با توجه به تخصص و حرفه پزشکیم، این تماس از زندان کرج می باشد. اوقات خود را بر خدمت به بیماران متمرکز نموده بودم و خدمات اجتماعی هم نیز محدود به مشارکت در اقدامات عامل منفعه از قبیل مدرسه سازی در مناطق محروم بود. او که در زندان کرج محبوس است، در این فایل صوتی بر بیگناهیش تاکید می کند. در مورخی 12 آبان 1401 هنگام مشارکت در مراسم 40 مرج جانخراش خانم حدیث نجفی، صرفاً به تبعیت از غریزه انسان دوستانه و سوگند پزشکی خود و کمک به مردم مرحوم عجمیان به اون نزدیک شدم.
اگرچه به علت ازدحام جمعیت و التهاب موجود کاری ساخته نبود و حتی صدای همسرم در تصاویر موجود به وضوح نشان می‌دهد که با فریاد از جمعیت می‌خواهد که از خشونت پرهیز کنم. با این حال بر ما گذشت و همچه که گذشت. این دست نوشته فرزانه قره حسن لوست در زندان کچویی کرج، روایتی از بازداشت با ضرب و شتم و تهدید با چاقو مقابل چشم فرزندانش ساعت 2:30 بامداد در خانه تا شکنجه هنگام بازجویی. او می نویسد که جرممان کمک به هم نوع بود و عاقبتمان شدیدترین شکنجه ها. این کارشناس علوم آزمایشگاهی نوشته که با تهدید فرزندانش از سوی بازجو مجبور به اعتراف دروغین شده که یک بار ضربه‌ای به مقتول زده. او همچنین درباره آثار ضرب و جرح بر صورت همسرش شهادت داده. گزارش‌های مردمی حاکی است که 12 آبان پارسال در جریان برپایی مراسم 40 حدیث نجفی از کشته شدگان اعتراضات سراسری، با افزایش شمار مردمی که در حال راهپیمایی بودند، نیروهای امنیتی تلاش به متفرق کردن جمع کردند و فضا به تنش کشیده شد. حکومت تنها قربانی این رویداد را روح الله عجمیان معرفی کرده. حالا که دارم میرم؟ حدیث نجفی یکی از صدها جوانی بود که در جریان سرکوب اعتراض به حکومت جان باختند. بسیاری در شرایط امروز امیدی به پایان خشونت ورزی دستگاه‌های امنیتی و قضایی ندارند. نگاه‌ها اما به چگونگی مقابله با آن دوخته شده. باشد که به قول خداوندگار معرفت و عشق حضرت مولانا، در این خاک، در این مزرع، دل پاک، به جز مهر، به جز عشق، دیگر بذر نکارید. علی خردپیر، بی بی سی. جزئیات جدیدی از نحوه کشته شدن هجار مام خسروی، معترض 20 ساله اهل بوکان، به دست بی بی سی فارسی رسیده که در آبان پارسال با 19 گلوله ساچمه‌ای کشته شد. پیکر او را به شرطی به خانواده تحویل دادند که در مکانی که خود خانواده می‌خواستند دفن نشود. با یک فرد نزدیک به خانواده او گفتگو کردم و از جزئیات پرسیدم. هجار مام خسروی، فرزند مریم و رضا، 20 ساله، در اعتراض‌های بوکان کشته شد. این روایت کشته شدنش در روز 26 آبان پارسال از زبان یک فرد نزدیک به خانواده او. برای حفظ امنیتش روایتش را بازخوانی کردیم. هر کسی که 26 آبان توی اعتراض‌های بوکان بود دیده که یه سپاهی از بالکن خونش به هجار که توی خیابون بود شلیک کرد. 19 تا گلوله ساچمه‌ای بهش داد. به برادرش خبر دادن. با ماشین بردش بیمارستان. داخل بیمارستان 6 مسلح مانع می شدن که کسی از آشناهاش اونجا جمع بشن. هجار 3 توی اتاق عمل بود. بعد خبر دادن که تموم کرده. مامورا ریختن بیمارستان و 40-50 موتوری مسلح مردم رو می ترسوندن که جمع نشن. این گواهی فوت هجار مام خسروی. علت فوت عملکرد وسایل جنگی در خارج از جنگ و اصابت جسم پرتابی پرشتاب یا ساچمه های تفنگ شکاری عنوان شده. این تصاویر اعتراض‌های شب 26 آبان در بوکان، شبی که عده زیادی از معترضان در خیابان‌ها بودند. شب کشته شدن هجار. وقتی خبر رسید که هجار شهید شده، خانواده تلاش کردند پیکرش رو از بیمارستان بگیرن. گفتن به شرطی پیکرش رو میدن که خانواده همون شب دفنش کنه، بدون حضور کسی، در خلوت و شبونه. خانواده با 5-6 ماشین پیکر هجار رو بردن. می‌خواستن توی روستا قایمش کنن تا فردا بشه. از اطلاعات به خانواده زنگ زدن که میدونن میخوان امشب دفنش نکنن و تهدید کردن که اگه برنگردن میان جنازه رو میبرن ارومیه و دیگه نمیبیننش و خودشون دفنش میکنن. خانواده با این تهدیدها برگشتن و ساعت 3 با فشار نیروهای امنیتی و سپاه پیکرش رو به خاک سپردن. در نهایت در قبرستان بوکان دفن شد. خانواده هجار مام خسروی تا ماها تحت تعقیب و فشار بودند. هر جا میرفتند چند نفر دنبالشان میکردند. این مراسم تولد هجار بر مزارش با حضور خانواده. زندگی خانواده بعد از هجار از هم پاشیده. مادرش افسردگی گرفته. حال خوبی نداره. پدرش دل و دماغ نداره. برادرش تازه 1 بود ازدواج کرده بود که هجار کشته شد. همه خوشیهاش دود شد و رفت هوا. خواهر دوقلوش به شدت ناراحت و افسرده است.
هجار مام خسروی علاقه زیادی به آزادی داشت. همیشه دستانش را به نشانه آزادی بالا می برد و لبخند می زد. هر روز به بهونه دیدن دوستاش از خونه می رفت بیرون و توی اعتراضات شرکت می کرد. همیشه می گفت کاش بشه ایران آزاد بشه، جوونا آزاد بشن و زنها و دخترها بتونن هر طور دوست دارن لباس بپوشن. همیشه می گفت اعتراضا آخرش پیروز میشه و مردم آزاد میشن. هجار ورزشکار بود و به فوتسال علاقه داشت. تازه یه ماه بود سربازی هجار تموم شده بود. برادرش فرستادش توی یه آرایشگاه کار کنه. آرزو داشت که هیچ وقت مرگ مادرش رو نبینه و بتونه آرایشگر خوبی بشه. هجار مام خسروی به همه ی آرزوهایش نرسید. آرزوهایی که برای خودش و کشورش داشت. اما در اوج جوانی در راهی کشته شد که به آن اعتقاد داشت. فرین عاصمی، بی بی سی. وزیر صنعت ایران گفته که مردم تهران از اواسط پاییز خودروهای برقی را در سطح شهر خواهند دید. او وعده برقی سازی خودروهای سبک و سنگین و وسایل نقلیه عمومی را داده، در حالی که بعضی با اشاره به زیرساخت‌های لازم و سوابق صنعت خودروسازی داخلی به وعده وزیر صنعت با تردید نگاه می‌کنند. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. کیست که مخالف خودروی برقی وطنی باشد؟ آن هم در جایی مثل تهران که بهره‌وری انرژی پایین است و آلودگی هوا بیداد می‌کند. دانشگاه تهران جایی بود که معاون سابق وزیر نیرو سودای تبدیل انرژی را در سر پروراند. باید بریم به سمت ماشین برقی. عباس علی‌آبادی به تازگی وزیر صنعت شده. باید بریم به سمت برقی سازی. و آرزوهای بزرگی برای برقی کردن خودروهای ایرانی دارد. مشکلات و موانع اجرای چنین طرح‌های بلندپروازانه ای را همه می‌دانند. از نبود ایستگاه‌های شارژ خودرو و مواد اولیه و باتری تا کمبود خود برق و سطح توانایی خودروسازان داخلی تا انحصار طلبی آنها و سنگ اندازی در برابر واردات خودرو. اما وزیر جدید صنعت یک چیز را می‌داند. وضع موجود قابل دوام نیست. کاهش مصرف سوخت، تأثیر در مسائل زیست‌محیطی، همه و همه به ما میگوید که با توجه به توسعه فناوری و اینکه این امکان در داخل کشور الان بومی است، حتی باتری‌هاش هم در داخل کشور ساخته میشه، میتونه ساخته بشه، فناوریش رو داریم، میگه که آباد وارد بشه. سلام علیکم. رئیس جمهوری ایران چندی پیش دستور داده بود که خودروهای تهران برقی شود. از مؤسسه استاندارد هم خواست که هر چه زودتر این را تایید کند. فرمودید که اینا اجرایی عملیاتی بشه. اول بحث استاندارد بوده که خاطر شریف بشه. بله. ما خوشبختانه با همکاری اداره استاندارد موضوع کاملا انجام شد. ماشین الان استاندارد هستن. عباس علی‌آبادی وعده داد که این کار انجام شده و در حضور خبرنگاران طرح‌های خود را مقابل رئیسش به رخ کشید. و بله ماشینی هستش که مصرف سوخت بسیار کم داره، 5 لیتر در هر ساعت کیلومتر مصرف سوختش هست. ماشین خیلی. شهرداری تهران و وزارت نفت وعده دادند که وزیر صنعت را در رسیدن به این هدف کمک کنند. دستمون بازه برای اون میزان سرمایه‌گذاری که بیاد سرمایه‌گذاری کنه و برای تبدیل ماشین‌های برقی و هیبریدی. خودروسازان داخلی هم اصرار دارند که کاملا توانایی تولید خودروهای برقی را دارند. ولی ما این بار علاوه بر معماری خودروی برقی، اجزای برقی خودروی برقی رو هم توسعه دادیم. می توان بدبینی مردم و کارشناسان را از این وعده هایی که مشابهش زیاد داده شده درک کرد. ما 70 ایستگاه را در هفته دولت انشالله 70 در واقع پمپ برق رو تو شهری برمون. بله همین چند روز آینده انشالله افتتاح خواهد. این وعده عباس علی‌آبادی است که همه چیز به زودی زود مهیا خواهد شد و راه 100 ساله کشورهای دیگر یک شبه پیموده می شود. حاج آقا آخرین بار کی رانندگی کردی؟ خیلی قبل. سیاوش اردلان، بی بی سی. چطور حاج آقا؟ خیلی خوب الحمدلله. نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که 800 مورد نقض حقوق بشر علیه مقام‌ها و نظامیان حکومت سابق این کشور را ثبت کرده. در گزارش یوناما آمده که این موارد از جمله شامل قتل‌های فراقانونی توسط طالبان است. طالبان اما گزارش یوناما را تبلیغات منفی خوانده. علی حسینی گزارش می‌دهد. طالبان دو سال پیش دو روز بعد از تصرف کابل عفو عمومی اعلام کردند. با کابل آهنی داخل شدند و من را
همینجا به گفته عامیانه محکمه سرایی کردن. در این مدت اما گزارش هایی از شکنجه و قتل شماری از مقام ها و نظامیان دولت سابق نشر شده. در تازه ترین مورد گزارش نمایندگی سازمان ملل در افغانستان می گوید در حدود 2 سال گذشته طالبان مسئول 218 مورد قتل فراقانونی، 14 مورد ناپدید شدن اجباری، بیش از 144 مورد شکنجه و 424 مورد هم دستگیری و بازداشت خودسرانه هستند. نقض حقوق بشر در تمام بخش‌های کشور رخ داده که ناقض معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی است که دولت افغانستان هم آنها را امضا کرده و هیئت حاکمه فعلی هم در قبال اجرای معاهدات وظیفه دارد. این خشونت‌ها همچنین خیانت به اعتماد آنهایی است که مسئولیتشان تضمین شده. طالبان اما گزارش یوناما را دور از واقعیت خوانده و رد کردند. واقعیت را با ما شریک نمی‌سازند و بعضی از اتهامات را که می‌بندند به وضاحت نمی‌خواهند که موضوع از چه قرار است همچون استفاده ها صورت می‌گیرد. این باید ما با صراحت بگیم که هیچ موردی از طرف امارت اسلامی تخطی از ضعف صورت نگرفته، بلکه اگر در کدام جای خصومت های شخصی یا بعضی حوادثی هم رخ داده باشه پیگیری چیده شده. یوناما در گزارش خود از حکومت طالبان خواسته که دستورهای روشنی مبنی بر غیرقانونی بودن نقض حقوق مقامهای سابق صادر کند. همچنین خواسته که از تحقیقات معتبر و شفاف در مورد جرایم و اتهامات نقض حقوق بشر اطمینان دهد. علی حسینی، بی بی سی. هر هفته همین ساعت میتونید بیننده گزارش‌هایی باشید که در این برنامه انتخاب شده. برنامه خبرنگاران تا یک هفته روی وبسایت ما به نشانی bbcpersian.com و همینطور روی صفحه یوتیوب bbcpersian قابل دسترسیه. ممنون که تا پایان این برنامه با من همراه بودید.